درود بر شما باد. اخیراً در گوشه و کنار این سو و اون سو و پس از سفر پوتین به ایران گفته می شود که جمهوری اسلامی باید در جنگ اوکراین دخالت کند. خب بنابر گزارش هایی که منتشر شد معلوم می شود که جمهوری اسلامی در این جنگ شرکت داشته، برای اینکه به روسیه پهپاد فرستاده و یا اینکه امکان حضور نیروهای جنگجو از سوریه به روسیه رو فراهم کرده. اما این که جمهوری اسلامی داره این سیاست ها رو اعلام میکنه و شفاف میکنه و روز به روز با روسیه همکاری بیشتری میکنه ناشی از چیست؟ و اینها قراره چه کارهایی انجام بدن؟ به نظر میرسه که خامنه ای و سردمداران جمهوری اسلامی دارن سیاست نزدیکی بیشتر با شرق برای مقاومت در برابر غرب رو تقویت میکنن. اونها باور کردن که روسیه و چین میتونن تکیه‌گاه خوبی باشن برای جمهوری اسلامی که در مسئله دور زدن تحریم ها، تأمین منابعی که در شرایط تحریم نمیتونن به دست بیارن، از طریق اینها به دست بیارن و اساساً یک نوع قدرت نمایی کنن و اعلام کنن که ما تثبیت شده هستیم و بنابراین نفع خودشون رو برای ماندگاری و برای جبران خسارات، که این خسارات رو هم عاملش خودشون هستند، اینها سیاست نزدیکتر شدن به روسیه و به ویژه دخالت در جنگ اوکراین رو در پیش گرفت. و خامنه ای با وقاحت تمام به پوتین گفتش که شما در حمله به اوکراین پیش دستی کردید، یعنی تدبیر به خرج دادید. یعنی به پوتین گفت که تو اگر به یک کشوری تجاوز کردی، به کشور همسایه، و هزاران اوکراینی بیگناه، از کودک، از زن، از غیر نظامی، از نظامی رو به کام مرگ فرستادی، کارت بسیار بسیار عاقلانه و مدبرانه بود. این رو که داره میگه؟ این رو یک آدمی داره میگه که مدعی روحانی، آیت الله، عادل، مخالف هوای نفس، مدیر، مدبر و تقوا داره. یعنی ما معنای تقوا و آیت الله و نماینده خدا و همه چیز رو در این کلام میتوانیم بفهمیم. یعنی این که از یک متجاوز و از یک جنایتکاری که حمله میکنه به کشور دیگه، همسایه رو مورد تجاوز قرار میده، مثل کاری که صدام مثلا با ایران کرد، اون وقت میگه که تو کار درسته، مدبرانه و تشویقش میکنه. حالا چرا تشویق میکنه؟ برای اینکه دست خودش هم در این جنگ هست و میدونه روزی آشکارتر خواهد شد، همون گونه که در سوریه هم بود. در سوریه هم زمانی که هم ببینیم اصلا داعشی به کار نبود، زمانی که مردم سوریه علیه اسد قیام کردند، در اون بهار عربی خامنه ای قاسم سلیمانی رو فرستاد اونجا و او هم
با کشتار کودکان و زنان و مخالفین اسد جنایت خودش رو نشون داد و روسیه هم چون به لحاظ تاریخی سوریه رو پایگاه خودش میدونه اون هم بود و اینا در اونجا با هم جنایت کردن، در جنایت سوریه هم دست بودن و حالا در جنایت اوکراین هم جمهوری اسلامی اگر عقب بوده الان میخواد بگه که نخیر، من میخوام در به مرور میخوام در جنگ اوکراین هم وارد بشم، برای این که تحلیل علی خامنه ای این هستش که همطور که گفت مسئله حمله روسیه به اوکراین در برابر غرب یک امر مهم تاریخیه. ببینید این تحلیل رو داره ارائه میده برای اینکه معتقده یک نظم جدیدی داره به وجود میاد که در اون نظم جهان تک قطبی که مثلا آمریکا سردمدار اون بوده به هم خورده، به هم میخوره، جهان تبدیل میشه به دو قطب، قطب اروپا و آمریکا و نیروهای همسو و قطب نیروهای روسیه و چین و اقماری مثل جمهوری اسلامی. تحلیل این آقا اینه. بر اساس این تحلیل میگه که ما باید در این قطب بندی حضور داشته باشیم و اجازه ندیم که مثلا روسیه شکست بخوره، اجازه ندیم غرب غالب بشه و اجازه ندیم جمهوری اسلامی به واسطه تحریم ها و مخالفت های درون از بین بره. این عمق استراتژی که سیاست های جناب آقای خامنه است. ایشون داره سرنوشت جمهوری اسلامی و بلکه سرنوشت ایران رو با سرنوشت جنگ در اوکراین گره میزنه. وقتی که استراتژی این شد که سرنوشت جمهوری اسلامی و حتی سرنوشت ایران با جنگ در اوکراین گره بخوره، یعنی این که باید در همه مسائل با روسیه همگام شد، در جنایات باید با روسیه همگام شد، در انزوا باید با روسیه همگام شد، در این که جمهوری اسلامی بتواند از منابع گاز خودش در دریای مازندران یا کاسپیان استفاده بکنه یا نکنه باید با روسیه همگام شد، در ایجاد خط آهن باید با روسیه همگام شد و اساساً به عنوان یک عضو طرفدار روسیه و یکی از اقمار دولت روسیه در آن. این اون چیزیست که عمق استراتژیک سیاست خامنه ای و جمهوری اسلامی رو داره نشان میده. خب در چنین مواجههی، در چنین سیاستی، در چنین اقداماتی جایگاه مردم ایران کجاست؟ جایگاه ما مردم ایران کجاست؟ نه تنها در این مسئله ماجراجویانه که قطعا ما میدونیم غرب ساکت نمی نشینه، آمریکا و اروپا نمی نشینن دست رو دستشون بگذارن که روسیه و چین توی این مناطق نفوذ پیدا کنن و حتی در جنگ اوکراین دولت‌های مثل جمهوری اسلامی هم وارد بشن، سلاح بدن، نیرو بدن، تبلیغات بدن و ای بسا بیشتر از این دخالت کنن و وارد بشن و غرب هم بشینه تماشا کن. حتما اقدامات بازدارنده انجام خواهد داد و مثل مسئله تحریم ها که عامل اصلیش جمهوری اسلامی هست و اونی که ضرر میکنه مردم ایرانند، در این مسئله هم همینطور خواهد شد. برای اینکه سران جمهوری اسلامی، دستاندرکاران جمهوری اسلامی، یه مش راندخار، قدرتمند، ثروتمند، سوار بر اسب و مردم ایران پیاده توی کوچه و خیابان، بازنشسته، کارگر،
معلم، مال باخته، پرستار، همه و همه و همه و حتی جانباز. شما نگاه کنید، شما نگاه کنید، کسانی که جانبازم، من با اینا بودم توی جبهه ها، با اینا بودم، خود منم جانبازم، درصدی جانبازی دارم، تو جبهه ها چند دوره بودم، در عملیات ها بودم، در سخت ترین شرایطش هم به عنوان تخریبچی بودم و افتخارم میکنم که بودم، از میهنم دفاع کردم. من میدونم اینها اون زمانی که جوان بودن، 18، 19، 20، 25، 30 اکثرا تو همین سنین بودیم دیگه، کمتر از 30، حد اکثر 25 سال، یعنی من خودم وقتی که جبهه رفتم سنم در آخرین مرحله در 65 به 27 سال نرسیده بود که. خب اینا جوانیشون رو، امنیتشون رو، سلامتشون رو از دست دادن برای دفاع از میهن، اما نتیجهش رو همین مله ها بردن دیگه. آمدن نشستن گفتن بله، در طول تاریخ جنگی نبود که ایران وارد بشه و بخشی از مملکت رو نده، ولی ما یک وجب خاک رو هم در این جنگ ندادیم. این افتخارات رو این جوان ها آفریدن. الان این جانبازها در زندگیشون ماندن، در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن، اون وقت وقتی که میرن اعتراض میکنن به بدترین شیوه هم سرکوب میشن. بنابراین ما مردم ایران در این مسائل متاسفانه نیستیم، غایبیم، و این یکی از بزرگترین ضررهای ماست. و من تعجب میکنم و در شگفتم از این همه پراکندگی، از این همه بیعتمادی، از این همه بیتفاوتی که ما الان گرفتار شدیم به اون. اگرچه درسته سرکوب شدیده، فقر زیاده و مردم نگران معیشتشون هستن، اما این همه بیتفاوتی در حالی که جناب آقای علی خامنه‌ای هر کار دوست داره به همراه با دستیارانشون انجام داده، انجام میده، در جنگ‌های نیابتی هم دست شدن با پوتین جنایتکار و به جنگ و نزاع طلبیدن اسرائیل و غرب، همه این کارا رو کرده و میکنه، اما متاسفانه ما ملت ایران اون نقش تاریخی که باید داشته باشیم و ایفا کنیم ایفا نمیکنیم.